با درود به همه شما بینندگان عزیز تلویزیون ایران فردا، باز هم سپاسگزار از مهرتون، از لطفتون، از تماسهاتون، از یاریهاتون، از توصیهاتون، از انتقاداتون و از تقدیر و دوست داشتنهاتون. بنده که به قول معروف سرتاپا مرهون و مدیونم، گفت اگر شما نبودید ما چه میکردیم، برای کی حرف میزدیم. ولی حالا جالبه، میبینم صحبتی میشه فردا، واکنش رو میبینم. حالا در شماها که همش اغلب واکنش ها پرمهره، در عملکرد و در خطاب مقامات جمهوری ولایت فقیه مشاهده میکنم، میبینم پس ایران فردا جای خود رو پیدا کرده، مورد اعتماد شماست. بالاترین دستاورد تلویزیون در 2 سال عمرش جلب اعتماد شما بوده. آرزوی من اینه، واقعا تمام تلاشم اینه تو این سال جدید میلادی طرحهایی که داریم به اجرا درآد، یک سری برنامه جدید سیاسی، برنامه های فرهنگی، و بتونیم واقعا، خب ساعتامون رو داریم 8 ساعت میکنیم، وقتی تلویزیونی 8 ساعت برنامه داره، 21 برنامه تولیدی خیلی زحمت میخواد با بودجه محدود، با امکانات محدود، ولی به هر حال عشق دیگه، عشق و دل و با همه وجود یا حق زدن و به راه آمدن، که اول قدم از عشق سر انداختن است، جان باختن است و با بلا ساختن. بریم صحبتهای شما رو گوش بدیم. هموطن عزیزم، سر تا پا گوشم، بفرمایید. سلام خدمت آقای نوریزاده عزیز و با درود فراوان به شما و همه همکاران خوبتون در برنامه های تلویزیون ایران فردا، که برنامه های پر از محتوا و دیدنی هست. من در پاریس زندگی میکنم و از شما 2 تقاضا دارم، یک تقاضای شخصی و یک تقاضای کلی. اول تقاضای کلی اینه که آیا چنانچه اگر در حد امکانتون هستش، از فیلم های خیلی قدیمی تلویزیون سینمای امریکا یا سینمای روس و یا بقیه جاها که برای ما خیلی پرخاطره هستش، اگر چنانچه با ترجمه فارسی، یعنی دوبله فارسی اون، بتونید برای ما بذارید، خیلی ممنون میشم ازتون. فکر میکنم که خیلی از بینندگان شما هم مشتاق اون باشن. و تقاضای دومم که تقاضای شخصی هست اینه که من تقریبا 20 سال در ایران آموزگار بودم، بعد از اون هم اومدم به فرانسه و 27 سال در اینجا کار میکردم و کار طاقت فرسا. به هر حال بعد از کارم که بازنشسته شدم، یکی از آرزوهام این بود که بتونم برم در دانشگاه و یا بتونم مطالعات زیادی داشته باشم. متاسفانه تقریبا 2 سال از نعمت بینایی محروم شدم و چون بازنشستم هستم، دوست دارم هنوز که هنوز بتونم این مطالعه رو داشته باشم که برام ممکن نیست. از شما تقاضا دارم، آیا شما سایتی یه جایی رو میشناسید که کتاب هایی به صورت گویا داشته باشن که من از طریق شنیدن بتونم از اون استفاده کنم؟ یک دنیا از لطف شما متشکرم، امیدوارم پاینده باشید، تلویزیون بسیار خوبی دارید. ممنون، خداحافظ. سپاسگزارم بانوی عزیز. چقدر آدم تحت تاثیر قرار میگیره، یک معلم ناچار به ترک وطن میشه، 27 سال کار سنگین و حالا میگه بینایی چشم رو از دست داده. در مورد تقاضای اولتون، ببینید دلیلی که من سراغ فیلم های خارجی نمیرم هست، فیلم های با دوبلم هست، حتی میشه پخشش کرد، چون این رویالتیش یا اون مسئله خریدش مربوط میشه به اون زمان قبل از انقلاب که خریداری شده و بعدم دیگه الان فیلمایی هست کسی زیاد دنبالش نیست، گرفتاری قانونی زیاد پیدا نمی کنیم. ولی کوالیتیش خیلی بده،
جنس فیلم ها خرابه، حتی صداها خرابه. من الان بعض تلویزیون رو میبینم فیلم پخش میکنن با دوبله، داره طرف فارسی حرف میزنه، یه دفعه یه جا قطع میشه برمیگرده انگلیسی یا فرانسه، 10 دقیقه حرف میزنه دوباره برمیگرده میشه فارسی. امیدوارم اگر نسخه خوبی پیدا بکنیم براتون پخش کنیم. ولی من کاری که اینجا کردم، سعی میکنم کاری که خودم هم انجام میدم، هر هفته 2 فیلم ایرانی رو، نه فقط اینو عرضه میکنیم، بلکه من سعی میکنم مطالعه کنم درباره کارگردانش، درباره سبک او، بازیگرانش، و یه مقدمه ای بر این فیلم ها همیشه گفته میشه با صدای یکی از همکارانم، بعد فیلم رو تماشا میکنیم. اینجوری یه نگاه دیگری است. بعضی از این کارگردان ها، ازشون ممنونم که ایمیل میزنن به من، پیغام میدن که آقا خیلی ممنون، شما باعث شدی خود ما بریم فیلممون رو دوباره ببینیم، و چقدر خوشحالم از این مسئله. در مورد سایت هایی که کتاب گویا هستن، بله فراوون هست در اینترنت، و یکی دو مورد هست که حتی من فکر میکنم تلویزیون، بله تلویزیون آقای کانال یک شهرام همایون، حتی سیدی هایی داشتن در این زمینه با کتاب و اینا که در اختیار علاقمندان میگذاشتن، یا فکر میکنم آیپدی درست کرده بودن که تو اون آیپد بخش کتاب داشت که هم به صورت مکتوب بود هم به صورت گویا شفاهی، و تصور میکنم که این در دسترستون باشه. من سعی میکنم آدرس ها رو پیدا کنم، غیر از این که میتونید شما خریداری کنید، آدرس ها رو پیدا میکنم، اونایی هم که میتونید نگاه کنید برید، و من حتما براتون اینجا عنوان خواهم کرد. ممنونم ازتون. هموطن بعدی. الو، سلام آقای نوریزاد، از فرشتی هستم، از رشت برای شما زنگ میزنم. آقای نوریزاد برنامه شما خیلی عالی. آقای نوریزاد، من چند بار برای شما زنگ میزنم، یه چند آهنگ شاد میخواستم، یه دونه آهنگ عایده میخواستم برای مادر من. آقای نوریزاد پخش نکردیم، و دوست دارم اینو پخش کنم. دوست شما را نگنم آقای نوریزاد، برشت مادر من آهنگ حیبه را فقط برش پخش کنیم. چند بار برای شما زنگ بزنم آقای نوریزاد، ولی اسقر عزیزم بی لطفی میکنی. دوشنبه گذشته من آهنگ هایده رو برای مادر شما پخش کردم. از این کارا اینجا نمیکنم، ولی چون یه هموطن رشدی من با اون صفا خودش تلفن زد، با اون لحجه زیبا و نام مادر رو آورد که اسمش که میاد من واقعا بدنم میلرزه. یعنی واقعا انسان میگه خدایا این سایش، این استخوان پایدار باشه، هیچ وقت دوریش رو نبینم، که ماها مبتلا شدیم به این درد. چه بازم برای مادر شما هایده رو پخش میکنم. چشم. هموطن بعدی. آقای دکتر نوریزاده، از نظر من شما آدم فوق العاده با خوش و با سوادی هستین. چجوری میتونین جنایت کار آدم خارای داعش رو به مسلمون ها به دین ما رفت بدین؟ آخه مگه اینا مسلمون هست؟ مسلمون ما این امثال ما هستن که نمیتونیم ببینیم خون از دماغ هم نورمون بیاد. یعنی شما فکر میکنی این آشخالا اینا که اصلا بوی اصلا نمیدونه؟ من فکر نمیکنم اینا نماز هم بدونن، حتی بتونن بدونن که هو الله چی هستش، هی به دین ما رفتشون میدین؟ فکر نمیکنی که این توهین به عقل ما، مثلا به نمیدونم چجوری بهتون بگم، یعنی واقعا این توهین میشه به ما. بانوی عزیز، پس باز دقت نفرمودید. من میگم پیروان اسلام ناب انقلابی محمدی بن لادنی، اسلام ناب انقلابی محمدی ابوبکر بغدادی، اسلام ناب انقلابی محمدی سلفی آدمخوار. که من گفتم اسلام؟ چقدر من راجع به دین تسامح و تساهل حرف زدم، چقدر گفتم خدای من بخشنده مهربانه و قاسم جبار نیست که اصلا در قرآن هم نیمده. چند بار گفتم فرق میگذارم بین اسلام ناب انقلابی محمدی سلفی آدمخوار، بین اسلام ناب انقلابی محمدی ولایی جیش المختار، اینا رو با هم فرق میذارم. و
اینا رو میگم این دوتا مثل هم دیگن، دو روی سکن. ولی میلیارد مسلمون صلح‌جو آرامش طلب، کی من گفتم اینا دنبال این چیزا هستن؟ اما اینو بهتون بگم برای اطلاع خودتون، آقای بغدادی و دار و دستش نه تنها نماز میخونن، قرآن رو حفظن اغلبشون، بچه های 7-8 سالشون قرآن رو میخونن. منتها به قول حافظ بزرگ، گر تو قرآن بدین نمت خانی، ببری رونق مسلمانی. و اینا از این نوع هستن. هموطن بعدی دوستان ما در اتاق فرمانم زیاد بلند صحبت نکنه. من به آقای نوری‌زاده خواستم بگم که ایشون وقتی که تو برنامه ایران فردا صحبت میکنن، از قومیت های ایران وقتی صحبت میکنن، هیچ وقت من ندیدم از چجوری بگم ایل بزرگ قشقایی صحبت کرده باشن. خواستم بینم علتش چیه. ممنون، تشکر از برنامه خوبت. دوست من، چرا من از ایل قشقایی صحبت نکردم؟ کجا این حرف رو میزنید؟ من نیومدم اینجا از ناصر خان، نیومدم اینجا از خسرو خان، از محمد حسین خان صحبت کردم و از قشقایی ها نگفتم. و داستانی که گفتم رژیم چه بلایی بر سر قشقایی ها و بویر احمدی آورده، چرا عزیزم؟ هیچ ایلی رو من از یاد نمیبرم. و یا خاص راجع به اقوام صحبت میکنیم، اشاره به کرد و بلوچ و ترکمن و آذربایجانی و کرد و عرب و اینا میکنیم. یه وقت از عشایر صحبت میکنیم، از شاهسون و بختیاری و قشقایی و بویر احمدی و ایلات جنوب و ایلات عرب، عشایر عرب ایرانی، بنی کعب و غیره، اونجا صحبت میکنیم. و یا عشایر بلوچستان، قبایل بلوچستان. دو نگاهه، ولی من قشقایی ها رو دلبستگی شخصی دارم، چون زنده یاد خسرو خان، محمد حسین خان، مرحومه بی بی، همه رو میشناختم و ارادت داشتم بهشون. هموطن بعدی. منم یه شب خیلی خوبی رو برای تمام تیم بی‌نظیر ایران فردا آرزو می‌کنم و خواستم تشکر کنم از برنامه سنین سخن، اجرای دوست ارجمندمون با اون صدای مخملی و آسمونیش که واقعا بی‌نظیر کرده اجرای این برنامه رو و دوست داشتنی‌تر از قبل کرده. خواستم تشکر کنم بابت انتخاب فوق‌العاده اصلا آقای دکتر میرزاده و عنوان مدیر این مجموعه. آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری، ایران فردا. پاینده باشی به امید آزادی ایران. از تهران زنگ میزنم. دوستان هستم. سپاسگزارم هموطن عزیز من که با این همه لطف به برنامه نگاه میکنید و این تغییر رو در برنامه فهمیم سخن پسندیدید. منم مطمئنم ایمان که این برنامه رو اجرا میکنه یکی از مقتدرترین گویندگان است و مدیریت دوبلاژ رو داشته و خیلی خلاصه در کار خودش ماهر و استاد. هموطن بعدی. سلام، من میخواستم یک سوالی کنم. این آقای چالنگی یک مجری هستن و پرسشگر و یا یک مفسر؟ خودشون به عنوان یک مفسر یا یک کارشناس میشینن صحبت میکنن. اگر یک پرسشگر مجری هستن، اجازه بدن مهمانان شما بیشتر صحبت کنن. خیلی ممنون. سپاسگزارم عزیزم. گفت کامبینیشن. آقای چالنگی هم مجری برنامه است و هم طبیعتا خودش صاحب نظر و در برنامه هاش گهگاهی برای اینکه سر شوق بیاره طرف های مصاحبه رو، گفتش که میره و یک پرووک میکنه، اون چیز بدی نیست، یعنی در واقع تحریک کردن طرف مقابل به اینکه آنچه واقعیت هاست بیان کنه و اشکالی هم نداره. این همیشه در مجریان موفق
از این شیوه استفاده میکنن. بعدم خب دیگه فرصت فکر میکنن به اندازه کافی داده میشه برای دوستان. در حال آقای چالنگی دائم به نقطه نظرهای شما توجه داره و همیشه تلاش کرده در برنامه‌اش به این نقطه نظرها توجه کنه. هموطن بعدی. سلام، انشالله که خسته نباشید. من مثل همیشه هم از شما تشکر میکنم، همین که چون که برنامه های شما خیلی دقیق نگاه میکنم، به هر حال یه جاهایی یه اشکالاتی میگیرم، ولی این اشکالات بد نیست. مثلا توی اخبار ایران یا هر جای دیگه آقای جان کری رو میگن کری. آخه ما که زبان فارسی ماشاءالله میتونه تمام زبانهای دنیا رو سلیس مثل خود اونا حرف بزنه، چون شما میگی جان کری. آخه خواهش میکنم اینو بهش توجهی بکنید، این ایراد کوچیک رو برطرف کنید. امیدوارم این دفعه جان کری بشنوم. ممنونم، قربان شما، خسته نباشید. سپاسگزارم، حق با شماست. بگذارید یک رازی رو بهتون بگم. اغلب دوستان همکاران من، منهای تنی چندشون که خب سابقه طولانی دارن یا بعضیا که جوانن ولی باز در کار خودشون صاحب تجربه، بقیه کسانی بودن که تجربه این کار رو نداشتن. بعضن هم شاید در رشته مکانیک متخصص بود، در کامپیوتر درجه یک بود، فوق لیسانس داشت، ولی سیاست نمیدونست، ادبیات فارسی رو خیلی باش آشنا نبود. گاهی اوقات من از این اشتباه‌ها که میشنوم باورتون نمیشه، میرم تو اتاقم در رو میبندم و واقعا سرمو میگیرم تو دستم، چون شما از من انتظار ندارید که تو برنامه‌ای که تلویزیونی که من مدیرشم یکی بیاد به ام القرا بگه ام القرا یا چیزای شبیه این، یا جان کری جان کری بشه. اینا هست و فکر نکنه این مشکل ماست. قبل از انقلاب زمانی که من در رادیو تلویزیون بودم، یکی از کارهایی که کردم که زنده یا جعفریان خیلی پیگیرش بود این بود اسامی رو در مورد اسامی خاورمیانه، حالا از شهر و ده و کوه گرفته تا شخصیت‌های مختلف، این رو من آرکایوز یا آرشیوی درست کردم که این اسامی به زبان فارسی، انگلیسی تلفظش باز جدا جدا چگونه تلفظ میشه نوشته میشد، که موقعی که گوینده داشت میخون بلافاصله این اسم رو میدید به شکلی که تلفظ میشه دچار ایراد نمیشد، و خبر وقتی میمد از متن فرانسه میمد آلپو، اون میدونست آلپو همون حلبه و نمیخوند آلپو، که از تلویزیون ایران یا رادیو ایران شهر حلبی که همسایه ماست چهار قدم اونورتر در سوریه بگیم آلپو. من تلاشمو میکنم، راست میگه، به سردبیر خبرم تذکر میدم که در این مورد بیشتر دقت کنه. بسیار ممنونم از تذکرات به جای شما. هموطن بعدی. این روزا سلام، من یکی از طرفدار شما هستم. خوشحال میشم اگر راضی به خلیفه سوم شیعیان هم یا مسلمانان بباشید، مسلمانان هم صحبت بشه که ایشون در زمان حکومت چیکار کرد. خیلی ممنون. بله، خلیفه عثمان ابن عفان یکی از خلفایی بود که مشهور بود به زهد و تقوا. زمانی که به خلافت رسید پیر بود، پیرمردی بود. یکی از تلاش‌های او جمع‌آوری قرآن بود، چون زبان یا خط، خط کوفی بود، نقطه نداشت، و همین نداشتن نقطه باعث شد اختلاف‌های زیادی در قرائت قرآن به وجود بیاد. بعد میگفتن شق و القمر، انشق القمر یا ولسق القمر، اینا همه باعث اختلاف‌های زیاد شد و عثمان به جمع‌آوری قرآن پرداخت که حضرت علی هم خیلی کمکش کرد. طبیعتاً میگن عثمان به خاطر اینکه میدان داد به معاویه ابن ابو سفیان و حکومت شام رو به او داد و به ایل و تبار خودش خیلی مهر ورزید و امکانات زیادی به اون داد، در این مورد گاهی اوقات انتقادهایی از اون میکنم، ولی مردی بود به شدت زاهد و
زمانی هم که به خانه او حمله شد، شورشیان در واقع به خانه او ریختند، حضرت علی دو فرزندش حسن و حسین رو به دفاع از خلیفه فرستاد. بنابراین چیزایی که راجع به اختلافات حضرت علی با خلفا اینا میگه، این همه ساختگیه، اصلا چنین چیزی واقعیت نداره. حسن و حسین به دفاع از خلیفه سوم رفتن که وقتی او رو کشتن، خونش که بر ریش سفیدش ریخته بود، فریاد حضرت علی رو به آسمان برد که آخه این چه جنایتی است که این مرد محترم و پیرمرد خلیفه مسلمانان به این صورت به قتل میرسه. و نمیدونست خودش که باز یکی از خوارج، عبدالرحمن ابن ملجم، معروف به ابن ملجم، میآید و او رو به گاه نماز مضروب میکنه و به قتلش این ضربه منجر میشه. هموطن بعدی. سلام آقای دکتر نوریزاده خوب. من اهل چاخان و معتوسنا نیستم، ولی میخوام بگم که شما افتخارین برای ما ایرانی ها. چقدر قشنگ صحبت میکنیم و چقدر اطلاع دادیم و چقدر جالبه، مخصوصا برنامه امشبتون جمعه شب راجع به این که اسلامو از کوی رفت و از موقعی که کشتار شده اونا ارتشی ها رو کشتن، برای رو کشتن تا رسید به اونا و تا الان. خیلی عالی صحبت میکنین آقای نوریزاده. شما حسن یکی دوتا کانال دیگه، ولی شما نامبر وانین، اونا چهار نامبر تو نامبر سی. و چقدر کارمندای خوبی دارین، چقدر آقا و عالی، واقعا افتخار میکنیم ما ایرونی ها، مخصوصا ما خانمایی که 30 سال مغز خرج کردیم تو ایران و الان اومدیم اینجا، هر کدوممون یه جور گرفتاری داریم. حالا خوب و خوباشون ما ایم که نزدیک بچه همونیم، بچه همون هم بهمون میرسن، تازه خوباشون ایم پای مشکلات رو گرفت دیگه. ببینید از اون فجایع و دزدی ها و گرفتاری. فقط یه چیزی میخوام ازتون بپرسم جناب آقای نوریزاده، چی شده که ما بیروز افتیم و اینقدر بدبخت و گرفتار شدیم و چقدر طول کشیده و چه دوامی پیدا کردن اینا؟ من که دیگه امیدی به ایران ندارم. من اصلا هیچ فکر نمی کنم که ایرانی دیگه داشته باشیم مگر که معجزه بشه و ایران و شوروی و چین میبرن، میشه اصفهانستان، تهرانستان و چه میدونم چی براتون بگم. اینقدر غصه دارم، اینقدر نگرانم که عدنه. بهتون افتخار میکنم. الهی زنده باشین، سالم باشین، خودتون دونه دونه کارمندایی که با شما کار میکنن همه عالین و افتخار ما هستن. سعی شما کم نشه، انشاءالله همیشه زنده و پایدار باشین. خدا حافظتون. سپاسگزارم بانوی عزیز، خواهر گرامی من. نمیدونم در رابطه با ناامید بودن اصلا میتونم کامنتی بدم. نه، من ناامیدی رو اصلا نمیپسندم، باید امیدوار بود. در طول تاریخ ما از این روزگارها داشتیم، زیاد داشتیم، ولی بالاخره در پایان این تونل تاریک یه روزنه روشنی دیده میشه. هر چه آدم میره جلوتر این روزنه بزرگتر میشه و بنابراین اصلا نباید ناامید بود. آیا در سال 1188 بعد از اون داستانها کسی فکر میکرد؟ واقعا کسی فکر میکرد 4 میلیون آدم بیاد در خیابان و نفی ولایت بکنه و نفی رژیم بکنه، نفی آقای خمینی رو بکنه، نفی مداخلات در لبنان و فلسطین رو بکنه؟ ولی کردن. بنابراین اصلا ناامید نشید بانوی گرامی، در کنار فرزندان و عزیزانتون امیدوارم آسوده بالتر باشید، ولی بدونید اون خانه پدری مال ماست. عده‌ای مصادرهش کردن و حق ما رو گرفتن، باید برای گرفتن حقمون بلند شیم، نباید بشینیم دست رو دست بگذاریم. کسی نمیاد به ما وطنمون رو برگردونه، ما باید وطنمون رو باز پس گیریم. بله، بریم هموطن دیگری رو بشنویم. سلام. چند وقتی آقای نوریزاده با آقای شاهید صحبت میکردن که نمیتونن ویدیوی رو پیدا میکنن مربوط به مصاحبه آقای کامران مشرفی با فیدل کاسترو در سالهای قبل.
اشتباه در اینه که این مصاحبه بین آقای کامران اشرفی و راول کاسترو بود، نه فیدل کاسترو. بنده میخوام برم حالا جستجو کنم. مصاحبه هم در نزدیکی های پایتخت کوبا روی یه تپه بود بین آقای کامران اشرفی و راول کاسترو، نه فیدل کاسترو. بسیار ممنونم. این نکته سنجی ها خیلی دلپذیره برای من. یعنی یک هموطنی که این رو دیده و میدونه پا میشه، زحمت میکشه، تلفن میزنه و محبت میکنه. ممنونم ازتون. واقعا از این الطاف نمیدونم با چه زبانی سپاس گویم. هموطن بعدی من. با سلام و خسته نباشید. آقای دکتر نوریزاده، بزرگوار، عزیز، داشتم برنامه پنجره رو به خانه پدری روز سه‌شنبه تو نگاه می‌کردم. سخنان اعلیحضرت محمد رضا شاه فقید رو پخش کردی برامون. بعدش درد دل خودت رو گفتی، از کریم سنجابی، از جبهه ملک به شاپور بختیار، این مرد بزرگ خیانت کردن، گز مجلس رو خوردن و از پشت چاقو زدن. دلم به دونم خداحافظی کردی و بعد پسر بچه ای رو نشون دادی که آهنگ عربی نمیدونم چی بود خوند. به پسر بچه ای بود، هدفون زده بود، خیلی سوزناک و قشنگ میخوند. آقای دکتر نوریزاده، نشستم و های گریه کردم به حال خودم، به حال این مردم، به حال این مملکت، به حال این روزگار. نشستم و گریه کردم. خیلی خوشم اومد از برنامه. خیلی سپاسگزارم دوست من. اون پسر بچه افغانی بود و فارسی میخوند. اگر خیلی دقت میکردیم، چون خیلی کوچکه، لهجهش خب لهجه افغانی هم داشت، دری میخوند و بسیار منم تحت تاثیر قرار داد. ولی دوست من، هرگز دلم نمیخواد باعث بشم گریه بکنم. آرزو میکنم لبخند به لبت بیارم. دلم میخواد شادی رو در خانه هاتون بیارم، نه افسردگی و اندوه رو. هموطن بعدی. سلام علیکم، خسته نباشین. من به آقای علیرضا نوریزاده که یکی از حامیانشون هستم تبریک میگم با این تلویزیون بسیار خوبشون. تمام برنامه ها میذارم کنار، فقط میشینم پای تلویزیون، حتی برنامه های تکراریتونم نگاه میکنم. ممنون، خدا نگهدار شما باشه. با آقای دکتر، مرسی. سپاسگزارم هموطن نازنینم، ممنون از مهر شما. متشکرم از جانب خودم و همکارانم. هموطن بعدی. سلام، ببخشید من الان چند بار پیام میدم که از آقای نوریزاده خواستم در مورد صادق هدایت، نویسنده بزرگ ما، صحبت کنم، ولی متاسفانه شما این پیامو به ایشون نمیدین. ممنونم، امیدوارم که این دفعه این کار بود. دوست من، پیام رو دادن، منم جواب دادم. فکر کنم دو برنامه پیش بود و گفتم که درباره صادق هدایت ما برنامه خوبی پخش کردیم. در برنامه قلم فرسایان به آرشیو ما مراجعه کنید. خوشبختانه بدون مبالغه میتونم بگم یکی از بهترین سایت های تلویزیون ها رو ما داریم. یعنی شما دوچار هیچ مشکلی نمیشید که هر برنامه‌ای رو بخواد، برنامه قبلی شد، 10 تا برنامه پیشش و 20 تا برنامه پیشش و 60 تا برنامه پیشش رو برید نگاه کنید، هست، موجوده. بنابراین میتونید اونجا برید تایپ کنید صادق هدایت قلم فرسایان، قشنگ برنامه براتون میاد. چقدر هم برنامه جالبی. هموطن بعدی. با درود به شما، بنده از ایران تماس میگیرم. میخواستم یک پیشنهاد بهتون بدم، اون که در روی توهین ها و این حرف ها و عراجیتی که شهر آقا ما این در روی
آقای نوریزاده میدن، اگه لطف که جواب بدید و پاسخ این ضعیف هستید، چون خیلی توهم‌های بی عدد و بی حدی نسبت به شما روا داشته و بعد بعضی از مسائل و مطالبی که دیگه واقعا یه جوری داره ذهن مردم رو خراب میکنه که تنها کسی که مبارزه میکنه و سیاسی توی خارج کشور من هستم، غیر من اصلا یا سیاسی نیستن یا همه ترسو هستن. ببینید دوست عزیزم، من خودم نشنیدم که دوست قدیمی بنده آقای شهرام همایون به من توهینی بکنه. به دفعات کسانی مثل شما دوستان دیگر به من گفتن، خب لابد ایشون برنامه ما رو دوست نداره، سلیقه ما رو نمیپسنده و انتقاد میکنه. این به منزله فحش دادن، ایشو هیچ وقت به من فحش نمیده و مطمئنم. به هر حال آدم وقتی با هم حرمت دوستی و آشنایی و زندگی مشترک و نمیدونم هم سفره شدن داره، این حرمت ها خیلی با ارزش. به گمان نمی کنم شهرام همایون به من فحش بده، انتقاد بکنه حتما، چرا نه. و بعد من عادت بر این ندارم که پاسخ بدم، چون لزومی نداره. ما اصلا اجازه نداریم قضیه رو تبدیل به درگیری خودمون بکنیم. ما میتونیم مسائل اصلا مشکلاتی داریم خودمون شخصا با هم حل بکنیم، چون من که اینجا در اون زمینه حرفی نمیزنم که لازم بشه پاسخی به من داده بشه. من پاسخ ندارم، هرچی هم گفته بشه درباره من، من پاسخی براش ندارم، چون لزومی به پاسخگویی نمیدونم. شما کار منو میبینید، برنامه های همکارانم میبینید، خودتون قضاوت کنید بهترین داوران هستید. و تصور نمی کنم اونهایی که نمونه هاشون صداشون رو شنیدید اینقدر لطف به ما دارن تحت تاثیر این قرار بگیرن که جایی مثلا حرفایی زده بشه. نه، هیچ اشکالی هم نداره. اگر آدم انتقاد پذیر باشه ازش انتقاد بکنن، گوش بده، اون انتقاد درست رو بپذیره، هیچ اتفاق بدی نمیفته. لزومی هم نداره آدم دائم بپره جواب بده. خب که چی؟ یه چیزی من بگم، یکی ایشون یا دیگری بگه، نتیجه چی میشه؟ چه چیزی نصیب شما میشه؟ هیچ. هموطن بعدی. آیدو شد. سلام احمد زده. سلام از کردم. به خدا من و خانمم اینقدر دوست داریم هر روز زنگ بزنیم برای آرزوی سلامتی بذاریم. من چون بیکارم و بچه دانشجو دارم، پولش ندارستم جاز کنم اونی که فقط از خدا میخوام که خدا پشت منت بشه، خود پسر کارگردان از خانم کردت، خدا پشت منتون بشه. خدا از شما سپاسگزارم دوست عزیز من، خیلی ممنونم از محبت شما و خانواده عزیزه و من هم به این عشق زندم. مثل این که دیگه وقت زیادی نداریم، آخرین پیام رو هم بشنویم و بعد حرفای آخر بنده. سلام علیکم، من رزانیا هستم از شیکاگو. انشالله که همیشه خوب و خوش باشید. میخواستم تشکر کنم از برنامه خیلی خیلی عالیتون. فقط میخواستم به آقای نوریزاد سلام منو برسونید، بگین برنامه های دیگر رو اجرا نکنید، فقط همون برنامه مال خانه پدرتون یه ابهتی داره. اصلا وقتی اون برنامه های دیگر رو اجرا میکنید من خودم احساس میکنم خیلی سنگینی روش دوش شما. شما به نظر خسته میاد وقتی صحبت میکنید. نمیدونم چه برنامه بود ولی گفتم حیفه. اونجا خودتون میدونی شما یه وزنه هستید برای اون برنامه کانال تلویزیونیتون. در حال همیشه داغوتون هستم. انشالله که موفق باشید تو زندگی. بسیار برنامه های خوب و عالی دارید. دیگه چی بگم، هر چی تعریف کنم کمه، از صدا، از تصویر، همه چیتون عالی. سپاس خیلی ممنونم. انشالله در پناه پروردگار خوب و خوش و سلام. سپاسگزارم بانوی عزیز. من برنامه دیگه اجرا نمیکنم، همین شما و ایران فرداست و پنجره رو به خانه پدری، مگر یه وقت اتفاق بیفته منو برای یک جایی صدا بزنن، سوالی از من بکنن یا مصاحبه. ولی در آینده من بیشتر خواهم بود، برای اینکه چند برنامه پروژه دارم، برنامه سیاسی و چیزهای جالبتری در همون زمینه ها
که خواهم بود، ولی خستگی رو بگذارید به حساب این که گفت از بامدادان که چشم میگشایم تا دیرگاهی که به بستر میروم نوشتن است و خواندن است و دوباره نوشتن و تماشا کردن. چشم چند ساله دارم این کار ازش میکشم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا هفته دیگه همین ساعت همینجا همه شما را به پروردگار عاشق می‌سپارم. Yeah.